سلام ستومتونه گنگ چتومتون بچه هم من رو بناستم. خیلی خیلی خوش آمدید به یک ویدیو یلی دیگه. اونم هر جی کسی نالتون خوب باشم، شما فرق باشید. بچه چه خبرها، چی کنم کنید؟ بازم بچه از خواب بیدار شدم، گفتم بچه این بویس رو سریع بگیرم و ویدیو رو آپلود کنم. ویدیو امروز در مورد یه یوتیوبریه که بچه هر جوری حساب کنید فقط با ویدیوی کثیف اومده بالا، یعنی با کلیک بیت، با درامای فیک، با نمیدونم اصلا یه ویدیوهایی ساخته که حرام نیست. قرار نبود این ویدیو رو من بسازم، دنبال حاشیه گفتم نیستم، ولی واقعا یه سری چیزا باید توضیح داده بشه. حرف امروز ما بچه در مورد نوبان وایتیه و نوبایتی که بخره ویدیوی که ساخته بود در مورد این بود که فکر کنم دیروز گذاشت ویدیوشو، در مورد این بود که مهزیار بنگ فلان و چیزه. حالا یه تایمی بود در مورد مهزیار بنگ خیلی ها چیز گفتن، من خودم حقیقتا قبول ندارم، یعنی شاید الان خیلی ها تو کامیتی با مهزیار بنگ مشکل داشته باشم، من قبول ندارم بچه. اگرم یادتون باشه یه ویدیو ساختم گفتم مهزیار بنگ اکانت، یعنی تبلیغ منو خیلی دیر گذاشت، من ناراحت بودم، ویدیوش کردم و گذاشتم و تموم شد. ولی اینکه بیام بگم چیتره و فلان و اینا من قبول ندارم. بچه نیا کنید، این اولین ویدیوه که دیدید بچه، حالا میتونید استاپ کنید ببینید. دقیقا به ادیتور من پیام داده بود، میگفت دقیقا کاور میزنه مثل احمد لجند. خب یعنی طرف چقدر چیز باشه بگید دقیقا مثل اون کاور بزنم، من میخوام ویدیو بسید. بچه در مورد این میخوام صحبت کنم، اولی که کلا اینا قبلا یه اکیپ داشتن، حالا ارسی وایتی بوده باش، امیر وایتی بودش و ده. بچه برید ببینید ویدیوهای قبلشون، بچه کاوراشون مال همه، یعنی ارسی وایتی کاوراش رو دقت کنید، دقیقاً کاور زده برای همین نوبان وایتی قبلا چند ماه پیش. برید ببینید این نوب وایتی که چجوری بچه فقط با درامای فیک با کسی که کل پدر کلیک بیت ایران علامی وایتی داره، با اینا، یعنی با اینا اومده بالا، کثیف اومده بالا. و شما حساب کنید که توی کامنت های خودش هم، حالا الان که ویدیو اومده پایین کاری ندارم، فقط خواستم بهتون نشون بدم فرق یکیسی مثل من که دارم سالم فعالیت میکنم چیه با اون، واقعا نکنم من چجور دارم فعالیت میکنم، من چجور میام بالا، اینا واقعا چجور میام بالا. حالا براتون اکسا رو گذاشتم جلوتر کامل بیاد بهتون توضیح میدم. و بچه ها اینا قبلا درامای فیک میساختن و با درامای فیک هم کامنت میگرفتن هم کلی ساب و اسم همدیگر رو تو ویدیوشون تبلیغ میکردن. مثلا طرف میگفت اینی که داره ارسی وایتی میگه کیه، اونی که داره مثلا فلانی میگه کیه، برم ببینم ویدیوشو. ویدیوی حاشیه و همیشه دراما بچه ویو میاره برای چنل، اینا همیشه بدونید کسی که میخواد بیاد بالا میچسبه به اینو، یه دونه وصله میچسبه به یکی، حالا یا واقعی یا فیکی، 100% باعث این میشه که چنل و اون ویدیو دیده بشه و باعث میشه اون وایرال بشه. خب شما بالاخره طبیعتا از اون یه ویو میگیرید. بچه اینجا نکنید زده اول زده بود، حالا یه تایم بود خیلی کلیک بیتش سمی بود، زده بود دوئل با امین فنو، نمیدونم رفتم اسپکت امین فنو، بچه 3-4 تا ویدیو پشت سر هم ساخت گفتش که تماس تصویر با امین فنو، ویدیوشو باز میکردیم برید ببینید و همه اینا هست، یعنی حتی از ارزش شما ببینید. ببینید تماس تصویر با امین فنو پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4، بعد تو ویدیوش که میرفتی طرف میگفت قرار فلان کنی، اصلا نمیدونم چی مست آخرش نکنم چه دلیلی دارم میتونم بیاد با تو مثلا تماس تصویری بگیره. و بچه این آدم به اسم این اتحاد دراما ساخته، یعنی اگه قرار باشه اتحاد داشته باشیم دراما دیگه چیه، چه دلیلی داره طرف بیاد حاشیه درست کنه، دراما درست کنه و بیاد ویدیوشو 10 دقیقه بالا بزنه تبلیغش درست باشه. اصلا ببینید فقط و فقط میگم یک آدم کثیف میتونه همچین چیزی بزنه و خب بیاد ویدیو بگیره. اینجا هم بچه نها کنید وسط دراما دقیقا هم راست میگید، برید قشنگ پرمار دونه دونه بخونید. میگم که دراما اسم هم دیگر رو میگفتن و بعد یه تایمی دوباره ویدیوشون بچه شبیه هم بود، مثلا شما میدین یه روز امیر وایتی، ارسی وایتی و نوب وایتی یه هوی بچه یه ویدیو شاتکان میذاشتن همه با هم، یعنی مثلا بیتن شاتکان سیزن بود هر روز بغل هم، یعنی ویدیوهاشون شبیه هم بود، اصلا یه چیز عجیبی بود. مثلا فکر کن
با هم دیگه ویدیو آپلود میکردن و خب خیلی عجیب آتش میتاشون شبیه هم بود، واقعا کورکوپر هم ریخته بچه ها. و بچه خلاصه میگم بعد زده بود اکانت امین فنار بلند کردم جون مادرت نوشه به اکانت رو بده فلان کن بیسار کن، بچه یه دروغای گفته واقعا خیلی کثیفه و هرچی بگم کم گفتم. و من قرار بود بچه اینم بهتون بگم، قرار بود بهشون ویدیو مشترک بدم و اینم کامنت خودش دیگه، ببینید فقط کامنتاش چی هست، یعنی خود کامنت کسی که ویورشن ببینید چی بشه. و بچه من قرار بود ویدیو مشترک باش بدم که به هیچ عنوان ویدیو مشترک قرار نیست من با بین آدم بدم، و با خیلی ها قرار بود ویدیو مشترک بدم کنسل کردم. خیلی ها به اسم اتحاد اومدن ویدیو ساختن اتحاد فلان، ولی خب در واقع موقعش که رسید بخوام اتحاد ویدیو بسازن اینا آدم نه وا رسید و این هم که بخونید دیگه، فقط خود میذارم بالا کلا بخونید. و فقط بچه که بقیه ادعا داشتن، حالا دوست ندارم اسم بقیه رو توی ویدیو بیارم، ولی خب مشخصه دیگه به اسم اتحاد به قولی بکام سابسکرایب، این حرفی بود که ادیتورم زد و واقعا قشنگ بود و واقعا هم واقعی، یعنی قشنگ میتونید فکر کنید به این حرف. و خلاصه بچه ها بشنسید یوتیوبرهای دوروبرتون رو بشنسید، چه آدم هایی کسی دارن فعالیت میکنن و دارن درآمدزایی میکنن، چه کسی هستن که بچه ها حمایت نمیشن. حالا من خودم کار ندارم با اینکه این همه ویدیو براتون ساختم، حالا چه کاهش لک، چه آموزش دیگه، کاهش پینگ و اینا همش تو تلگرام گذاشتم، خب اونجوری که باید حمایت نشد، یعنی هر چی جایزه گرفتم رفتم اکانت اینا اونجوری که باید 100% دیده نشد، ولی این بچه باعث نمیشه که من استارتم رو در واقع نزنم، استارت قوی خودم رو باعث نمیشه من کارم کنسل کنم، نه کلی کار خفن تر طوره، کلی ویدیو فان، کلی ویدیو ها دارم که اونا رو به زودی براتون میذارم. یکم الان سرم خلوت تر شده، هر روز کاستوم داریم، چند تلگرام رو بیاید تو دیسکریپشن و کامنت ها هستش، حتما حتما بچه بیاید عضو بشید، آیم موبایتی هم سرچ کنید میاره، کلی کار خفن قراره با هم انجام بدیم و کاستوم روم و مجازات و ویسی داشت سم میکیزن همی که حتما حتما بیاید. و فقط فقط بچه این ویدیو رو ساختم که بهتون میگم در اون یوتیوبر دورتون رو بشناسید و بدونی چی کسی دارن توی کامنتی فعالیت میکنن. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه و اصلا درام فیک و این داستان هم نیست، فقط فقط به حرفان گوش کنید بعدا نظرتون رو تو کامنتی میرسید. این هم از این بچه، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و دیگه سرتون هم درد نمیارم دیگه، تا ویدیو بعدی فعلا. With the